برادرم سال 60 در حالی که یه دانش آموز 18 ساله بود، قبل از 30 خرداد یعنی در درگیری های پراکنده خیابونی دستگیر شد. تا سال 67 که در قتل عام شهید شد، یعنی 7 سال زندان بود. این 7 سال هم 2.5 سالش در سلول انفرادی در گوهردشت بود. بعد از اون آخرین بار به اوین منتقل شد. من آخرین ملاقاتی که با خودش داشتم در اوین بود. یادمه که ما هر هفته پنجشنبه ها همراه مادرم میرفتیم بهشت زهرا در جمع مادرای شهدا. اونجا متوجه می شدیم که چه کسایی رو اعدام کردن، چون آخرین ملاقاتی که با برادرم داشتیم اواخر فروردین سال 67 بود. بعد از اون دیگه ملاقات ها بسته شد، یعنی دیگه ملاقاتی وجود نداشت و ما هم هیچ خبری از برادرم و سایر زندانی ها نداشتیم، تا اینکه خبر اعدام ها یکی یکی از اواسط مرداد ماه شروع شد. مرداد ماه که این سیل اعدام ها شروع شد، ما آذر ماه، اواسط آذر ماه بود، یادم 24 آذر بود که دادستانی پدرم رو احضار کرد و خبر اعدام برادرم رو دادن. صبح اون روز، یعنی 24 آذر ماه صبح زود بیدار شدم، دیدم مادرم داره خونه رو آماده میکنه، داشت تمیز میکرد، جمع جور میکرد. پرسیدم چه خبر شده، گفت یکی از خانواده ها هماهنگ کرده که مراسم بچهش رو اینجا بگیریم. چون این روال بود، تعداد زیادی از زندانی های سیاسی بودن که با هم رفت آمد داشتیم، آشنایی داشتیم و خبر شهادت ها هر روز می اومد، برام عجیب نبود. تا حدود عصر بود، یک بار با صدای جیغ و فریاد مادرم، طبقه بالا بودم، دویدم پایین، دیدم مادرم و خواهرم هم دیگر رو بغل کردن. از شیون و فریاد مادرم متوجه شدم که خبر اعدام برادرم رو دادن. در فاصله مرداد ماه که اعدام شروع شد تا آذر ماه که دیگه ما خبر قطعی اعدام برادرم رو گرفتیم، تقریبا در یک بلا تکلیفی کامل هر هفته پنجشنبه ها با مادرم می رفتیم بهشت زهرا. یادم یکی از این پنجشنبه ها یه مادری رو دیدیم تو بهشت زهرا، گفت منو صدا کردن دادستانی، گفتن که بچه تو اعدام کردیم ولی قبلش رو بهت نمیدیم تا فلان قد پول بدی، یه میزانی پول خواسته بودن که مادر در جوابشون گفته بود که قبلش رو نمیخوام، پولی هم بهتون نمیدم. موسیقی